با گذشت نزدیک به دو هفته از افشای زمینخواری 1000 میلیارد تومانی امام جمعه موقت تهران، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه داره و هر روز که میگذره ابعاد تازه‌ای هم پیدا میکنه. افشار سیگارچی از اتاق خبر صدای آمریکا مروری داره برای این موضوع. افشار؟ بله، اول یه مرور کوتاه کنیم از روزی که این خبر افشا شد، یعنی 23 اسفند که یاشار سلطانی از اون پرده برداشت. در واکنش‌های ابتدایی کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران اول گفت که این خبر شایع هست، در ادامه اون رو شرارت دشمن شادکن خواند. بعد چند روز که میگذره با پذیرش ماجرا از شایع به تایید تغییر روی کرد میده و ولی میگه که با جعل امضا این زمین رو به نامش زدن. توجیهات عجب و غریبی که هیچ خریداری نداشت، حتی در داخل خودی ها هم صدای اونها رو هم در آورد، از برخی که در شبکه‌های اجتماعی در این مورد نوشتن تا حتی رسانه‌های رسمی کشور مثل ایسنا که از او یعنی کاظم صدیقی انتقاد کرد. و حالا هم که بیانیه حوزه علمیه امام خمینی تهران که کلاً ادعای کاظم صدیقی رو رد می‌کنه. در تازه‌ترین خبری که حوزه علمیه امام خمینی تهران که مدیریت اون با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عهده کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هستش، در بیانیه افشا کرده که برخلاف ادعای آقای صدیقی او شخصاً با حضور در دفترخانه اسناد رسمی سند انتقال بخشی از باغ حوزه علمیه رو به مؤسسه خود و فرزندانش امضا کرده. البته ادعای عجیب دیگری هم مطرحه که گفته شده که صدیقی حضور داشته، امضا کرده، اما نمیدونسته که زمین به پسرانش و او انتقال پیدا میکنه. علارغم ابعاد گسترده این فساد و همچنین اظهارات متناقض و بدور از باور کاظم صدیقی که بسیاری از انقلابیون جمهوری اسلامی او رو به عنوان استاد اخلاق میشناسن، گویا رویه بر اونه که به قول آقای خامنه‌ای که در سال 90 گفته بود موضوع کج داده نشود. از شواهد برداشت این چنین ذهنیت‌هایی میشه اشاره کرد به حضور کاظم صدیقی در سخنرانی چند روز پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که با دعوت از او به سخنرانی نوروزیش به نوعی نشون داده که همچنان قصد داره از این روحانی متهم به زمین‌خواری حمایت کنه. یا از دیگر نکات میشه اشاره کرد به سکوت رئیس دادگاه ویژه روحانیت در این موضوع یا دیگر انقلابیون تندرو که حالا برخلاف همیشه ساکت هستند و خیلی چیزی نمیگن. چندین واکنش از سوی افراد و چهره‌های مختلف مطرح بوده نسبت به اظهارات متناقض. از جمله عباس عبدی روزنامه نگار اومده به بخش از اظهارات آقای صدیقی اشاره کرده و میگه که او در بیانیه دومش مجدد تأکید کرده که جعل امضا شده، که اگر این ادعای آقای صدیقی هم بخواد درست باشه به منظره تخلف دفترخانه رسمی کشور هستش. اما عجیب اینجاست که سازمان ثبت کشور سکوت کرده و خودش دفاعی نمی‌کنه. از ساعتی پیش هم خبری در رسانه‌های ایران به چشم می‌خورد، از جمله تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه که گفته در واقع فرایند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجامه. باید یک یادآوری بکنیم این موضوع در حال الان مطرح میشه که در بیانیه اول مباحثی که مطرح شده و به لحاظ حقوقی و بیانیه کسی آقای صدیقی بود به این معنا بود که باغ به تملک حوزه برگشته و الان در واقع مال حوزه هستش. برها این تناقض ها هستش. برخی چهرهای آگاه به مسائل حقوقی و قضایی هم واکنش داشتن، همچون محسن برهانی که این روند رو به نوعی در راستای احتمالی پروژه ماسمالی کردن پرونده فساد کاظم صدیقی خوندن. آقای برهانی حقوقدان با اشاره به موضوع افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، با اشاره به موضوع فرایند بازگردوندن زمین به حوزه علمیه گفته که بر اساس قوانین پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم هیچ تأثیری بر تحقق جرم نداره. جرم انتقال مال غیر واقع و تمام شده. او در ادامه تاکید کرده که به خاطر همه ما هست که یک بازیگر به خاطر یک استوری یا یک شهروند به خاطر یک توییت رأسا جلب شد بدون هیچ احضاری، و گفته که افکار عمومی به شدت پیگیر مهمه که داستان تهران یا داستان ویژه روحانیت در این مورد چه خواهند کرد.
واکنش‌های دیگه. علی قلکی روزنامه‌نگار اصولگرا بوده، یه یادداشتی نوشته، در بخش از اون اشاره می‌کنه که رئیس سابق دادگاه انتظامی قضات چگونه بدون خواندن یک سند مهم، اون هم با نفع زیاد برای خودش، اون رو امضا کرده. از دیگر واکنش ها سینا جهانی بود که در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هر روز ابعاد بیشتری از این زمین‌خواری منتشر میشه و صدا از هیچ نهادی در نمیاد، در حالی که مهدی یرایی رو برای انتشار یک ترانه مثل تروریست ها بازداشت کردن. و در آخرین واکنش هم میلاد علوی خبرنگار، اون نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیانیه حوزه علمیه به بردن مال غیر تاکید داره و این مصداق کلاهبرداری و سکوت دادستان نقض اصلی بی‌طرفی دستگاه و تمسخر قانون.